بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است و 18 از ماه اپریل سال 2012. در روزهای چهارشنبه همونطور که مطلع هستید در خدمت شما. اینجا اندکی شاهنامه میخوانیم، شاهنامه حکیم فردوسی. بله، فکر کنم امروز دنباله داستان اسفندیار و سفارش و وصیت او به رستم در باب بهمن. یک نکته است، در کتاب مرتب دیدم خطا خونده میشه از بچگی و به خطا چاپ میشه. این و اون واژه گم هست. در عرض میشود که همین تراژدی رستم و سهراب، اونجایی که سهراب در حال در واقع مرگ هست، صحبت میکنه با رستم که تو اگر به آسمان بروی، به دریا بروی، پدر من تو رو پیدا خواهد کرد و انتقام من رو خواهد گرفت. میگوید که از رستم چه نشانی داری؟ که گم باد نامش ز گردن کشان، ز رستم تو برگو چه داری نشان. که گم باد نامم یا نامش ز گردن کشان. چند جای دیگه هم من دیدم این گم نیست، کمه، که کم باد نامش ز گردن کشان، نه گم باد. من دیدم بچه بودیم و اینا با آوازم میخوندن، همه میگفتن که گم باد. در بعض این چاپ هم دیدم که میگه که گم باد کم باد، که کم باد. حالا ما از کجا میدونیم که کم باد؟ به قرائن و شواهد در شاهنامه میفهمیم که این کمه، نه این که گم. اگر کم شد از تخت من ژنده رزم، سهراب به جا میگوید که گر گم شد از تخت من ژنده، نیامد همین سیر جانم ز بزم. کم شد و هر سبت که در کجا میدانیم که در واقع کم درست هست، به یقین میرسیم در قافیه هست. چه آگاه شد دختر گجده هم، که سالار اون انجمن گشت کم. نه اینکه گم. این هم یکی از اون لغاتی است که به صورت غلط دائم به جای کم گم، و در چاپ مهلم دیدم همواره گم نوشته، در حالی که این کمه، کم. جای دیگر منوچهر از ایران اگر کم شده است، سپهدار چون سام نیرم شده است. کم شده است، نه گم شده است. اینا چیزهای خیلی کوچکی هست اما خیلی خیلی هم مهم هستن اینها. مقصود از شد حالا بگریم سر این موضوع دیشب و اینها، ما خبر نداشتیم. دوست گرامی ما وارتان یک نواری پخش مایدیم، یک کسی با حالت خیلی نزار گدایی، یکی از این کوریجه های چوپانی به تنش، از اون کارها و ابیات اشعاری رو میانداخت، اشعار مولانا به غلط و اینها. خیلی من تعجب کردم. بعد امروز متوجه شدیم جریان چی است. با دوست گرامی آقای پژمان صحبت میکردم، اینا گفتن آقا اینا بچه هست که از ایران اومدن، همونان که دهل میزنن و طبل و این چیزا نمیزنن، کوزه و حرفا، و اینها رو خودشون میگن و در واقع مخلوط میکنن با شعر بزرگان و اینها. این کارا درست نیست. این داستان موسی و شبان یا شبان، این یکی از شاهکارهای نقد دینه. چون نیک بنگریم عرض کنم، مولانا بعد از اون همه تجربیاتی که این مرد داشته در خدمت پدرش در بلخ و بعد در تمام این دوره‌های زندگیش در بغداد و در همین ترکیه امروزین و اینها، آخوندشناس درجه اولی بوده، چون پدرش اساسا متکلمین بود، از متکلمین بوده، آخوندشناس بوده. میدید است که این واسطگان خدا مردم را از دین، از خدا دور میکنن. آخوند جماعت مردم را از دین فراری میده و بعد فضولی دین، یعنی که هر کسی که ما خدا رو تو بگونه بشناس که ما به تو میگوییم بشناس، در حالی که این عرض کنم یک امر معنوی است، یک امر روحانی است. و این چوپان در واقع حالت عاشق مجذوبی رو ارائه می کند. سالک نیست که به هدایت پیر طی طریق بکند. این به طور طبیعی جذب عشق پروردگار شده و به همون وجهی که می داند با خدا صحبت می کند. ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی هی و هی های من. اینها
بعد حضرت موسی است اونجا که میشنود و موسی را انتخاب کرده در واقع به جهت که اهمیت موسی در اسطوره دین یه بزرگتر از اون نمیشناخته که آقا این چه سخنانی است میگویی؟ کفر تو دیبای دین را ژنده کرد، اینا گند کفر تو جهان را گنده کرد، کفر تو دیبای دین را ژنده کرد، گرنه بندیزی سخن تو هر را آتش آید که سوزد خلق را. و بیچاره یعنی در واقع این بلفزول دین که به میان افتاده و توپیده است که تو خدا را به بچه که من میخوام تو باید سی بپرستی، نه به بچه که تو میشناسی، خیلی امر مهمی است. و بعد خدا وارد شده است در این میکنم که سخن، در واقع مولانا هم خودش جای خدا گذاشته، هم جای موسی گذاشته، هم جای چوپان. خیلی خیلی کار مهمی است این کار. هندیان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد، ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را. آقا هر کسی به بچه‌ای که میخواهد و میپسندد و میداند مستقیم ترین راه رو بین خودش و خدا انتخاب بکند. این به آخوند و اون دین مربوط نیست که بیاد فضولی بکنه. خیلی داستان عرض کنم که به لحاظ دینشناسی و اینا خیلی مهم هست، خیلی خیلی مهم هست. حالا روز دوشنبه من میارم خدمت شما این داستان موسی و شبان رو میخوانیم. عبث نیست که آخوندها متنفرند از مولانا و از مثنوی و اینا، همون روزگارم میخواستن تکفیرش بکنن، رفتن پیش اون بزرگ شهر که این آقا ساز میزنه و رقص میکنه در خانقاه، گفت او داند خدای خود، اونم آدم دانایی بوده. باری یکی از دوستان بختیاری هم شنیدم که یک شعری گفته است به همین مایه موسی و شبان به زبان محلی، اون همی به دست ما رسید، دوستی قرار است برای ما بفرستد، اگر رسید برای شما حتما خواهم خود. برگردیم سر موضوع عرض میکنم شعر و اینها. این داستان شعر در واقع نهایت هدفش برانگیختن خیال هست، برانگیختن خیال. از ارسطو به این سو در واقع این تعاریف هست. ما یک سخنشناس داریم خودمان، نظامی عروضی، میگه شاعری صناعتی است که شاعر بدون صناعت اتساق مقدمات موهمه کند. اشارش باز به وهم و خیاله، خیال انگیز باید باشه. اگه شعر خیال انسان رو در واقع تحریک نکند که شعر نیست. تفاوتش با نثر، نثر هم میتونه خیال انگیز باشه اما نه به اندازه شعر. و این شاهنامه که میخوانیم اون چنان در واقع تجسم معنی نیرومند هست که شما پنداری که صحنه فیلمی رو نگاه میکنی. تفاوت هاست بین در واقع هنری که فردوسی داشته است و تصاویری که به دست میاد. همه جاندار و مادی هستن، فراموش نمی کنه آدم. انسان رو درگیر عناصر مجرد و انتزاعی نمی کنن. مثلا بهترین بخش از کنم که خسرو شیرین که خیلی هم زیباست، نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دیر ملک آشنایی، بگفت اونجا به صنعت در چه کوشند، بگفت اندوه خرند و جان فروشند. خب خیلی زیباست اما هیچ تجسمی نمیده. دار ملک آشنایی، کسی نمیده این دار ملک آشنایی کجا هست. این استعاره های این چنینی در شاهنامه نیست، چون انسان رو گم میکنه، یعنی ذهن هیچ تجربه ازش نداره، ملموس نیست. این یکی از فنونیست که فردوسی بدون استاد بوده، دیگران تغافل کردن از این هنر، گمان کردن که آوردن استعاره های پشت سر هم و تصویرهای این چنانی هنر شاعریشون رو خیلی مهم میکنند. برعکس شده در واقع، آدم مثل اسدی و نظامی و اینها به دور افتادن از این داستان. هر قطعی از شاهنامه که میخوانی درست مثل یک صحنه فیلم کاملا ملموس، هرگز هم آدم فراموش نمیکنه. حالا من یک تکه برای شما میخونم یادم بیاد، از همین منظومه رستم و سهراب، اونجایی که هجیر دستگیر شده و خبر به گرد آفرید رسیده. چه آگاه شد دختر گژدهم که سالار اون انجمن گشت کم،
چنون ننگش آمد ذکار حجیر که شد لال رنگش به کردار غیر. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر برمیان باد پایی به زیر. میان سپاه اندر آمد چو گرد، چو رعد خروشان یکی ویله کرد. که گردان کدامند و جنگاوران، دلیران و کارآزموده سران. چو سهراب شیراوژن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. چنین گفت کامد دگر باره گور، به دام خداوند شمشیر و زور. کاملا احوال هر دو تن و این صحنه رو ما میبینیم که چگونه گرد آفرید آمده پایین و چگونه آمده و نعره زده، در واقع مبارز خواسته، و سهراب که با اطمینانی که خودش داشته نگاه میکرده و خندیده لب گزیده. چو سهراب شیراوژن او را بدید، به خندید و لب را به دندان گزید. چنین گفت کامد دگر بار گور، به دام خداوند شمشیر و زور. اینا یک داستان‌هایی است که در واقع بایستی درش نگاه کرد. حالا مردم عادی که عرض کنم توجه نداشتن که اینا چه جور صناعتی است و چه صناعاتی است و اینها، اما تأثیرش در ذهن برجاست، تأثیرش در ذهن هست. بله، این تکیه نظامی رو میخونم خدمتتون. نخستین بار گفتش که از کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. دار یعنی منزل خانه. بگفت اونجا به صنعت در چه کوشند؟ بگفت اندو خرند و جان فروشند. بگفت جان فروشی در ادب نیست؟ بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. خیلی خیلی لطیفه، اما عرض کنم که این استعارات بیش از حد و مسائل عرض کنم غیر مادی، این در واقع تجسم رو کم میکنه، یکم گیج میکنه آدم رو. خب عرض شود که اجازه بدهید که در باب این واژه کوریجه لغت توضیح خدمتتون بدم. کوریجه خانه های کشاورزی است که در کنار مزارع می ساختند با علف و اینها. خیلی چیز کوچک و تنگی بود این خانه، داشت لغمان یکی کوریجه تنگ، نمیدونم شعر مالی کیست، یه بود ذهنم از خوندم خدمتون. و در زم این پوشش چوپان ها دو جور بود، یکی که بلند بود که در واقع نمد بود، یکی هم کوریجه بود که آستین کوتاه داشت، بعض اوقات نداشت، که مثل نیمتنه، مثل این تنگتنه. این دوست ما بود دیشب آمده بود و به جای احوال عاشقی احوال گدایی رو در واقع ارائه می کرد. خب اجازه بدید برویم سر رستم اسفندیار از شاهنامه چاپ مسکو. بله خب میخونم خدمت شما. خب اینجا جایی است که اسفندیار در حال مرگ هست. عرض کردم هم اسفندیار هم سهراب. سهراب با اون همه عرض کنم که حشمت و سولت و اون غرور جوانی و اینها، به محض اینکه شکمش دریده شد، مثل که برگشت کرد به حالت ساده کودکانه خودش. به بازی بکویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. تو زین بیگناهی که این کوژ پشت، یعنی روزگار مرا برکشید و به زودی بکشت. حالا از دست کاتب در رفته یه جایی. به بازی بکویند همسال من، به ابر اندر آمد چن. چه ابری آقا؟ در خاک و خون داره میغلطه دیگه، هنگام مرگ، هنگام ادعا نیست. اینا نکات ظریف این کتاب است که بایستی حتما
انس و الفت خیلی خیلی قدیم باشه با این کتاب مستطاب، چون خیلی عظیمه تعداد داستان‌ها و پهلوان‌ها، و عرض می‌کنم که حوادث بی‌اندازه، نمی‌شه بعد یک شبه اشرافی پیدا کرد و قضاوتی کرد و اینها. باید این موارد مشابه رو نگاه کرد، عرض کنم اینا همینا هست. باری به بازی به کویند همسال من، به خاک اندر آمد چنین یال من. تو زین بیگناهی که این کوش پشت، مرا برکشید و به ناگه بکشت. میگه تقصیر تو نیست، تقصیر روزگار بود که این کار در من کرد. بله اینا اسفندیار هم با اون همه ادعا، بعد از این همه استدلال هایی که رستم کرد، این همه اصرار و ابرامی که کرد که آقا دست از این جنگ بردار، چنین چنان نیست، که حرفش یک چیز بود، خب ایدئولوگ بود، آدم دینی بود، آدم دینی بود که دینی بودنش اضافه شده بود به سرسپردگیش به دستگاه قدرت، مطلق هیچ استدلالی رو نمیپذیرفت. اصولا آدم ایدئولوگ، عرض کردم، چنین هست. شما بیایید با یک آدم واقعا مؤمن، مؤمن به فرض کنید به مارکس یا مؤمن به دین، شما استدلال کنین، مطلق کار نمی کن. یعنی امور واضح رو هم نمی بینه. اینه که اسفندیار موقع مرگ هست که گویی اون عینک ایدئولوژیکش کنار رفته و حقایق امور رو دریافته. این است که با رستم با مهربانی صحبت میکنه. میخونم خدمت شما. چون این گفت با رستم اسفندیار، که اکنون سر آمد مرا روزگار. تو اکنون مپرهیز و خیز ایده رای، که ما را دگرگونه تر گشت رای. مگر بشنوی پند و اندرز من، بدانی سر مایه و عرض من. بکوشی اون را به جای آوری، بزرگی بر این رهنمای آوری. بزرگی بر این رهنمای آوری یعنی بزرگواری تو رهنمون باشد که این گفته های من رو بپذیری. تمتن به گفتار او داد گوش، پیاده بیامد برش با خروش. چون رستم دورتر ایستاده بود که اکنون ما پرهیز و خیزی درا، یعنی از من دیگه دوری نکن، کار تمام شد، کار من تمام شده است، بیا اینجا، من یک سخنانی دارم، تو به واسطه بزرگواری که در تو هست امیدوارم که این کارا رو اجرا کنی. همی ریخ از دیدگان آب گرم، یعنی رستم همی ریخ از دیدگان آب گرم، همی مویه کردش به آوای نرم. این که اصلا تجسم معنی دید که به خصوص مردان میخوان گریه بکنن اما نمیخوان خیلی فاش باشه، مویه میکنن به آوای نرم، آرام آرام گریه میکنن. همی مویه کردش به آوای نرم. همی ریخ از دیدگان آب گرم، همی مویه کردش به آوای نرم. خب چو دستان خبر یافت از رزمگاه، ز ایوان چو باد اندر آمد به راه. ز خانه بیامد به دشت نبرد، دو دیده پر از آب و دل پر ز درد. زوار فرامرز چون بیهوشان، برفتند چندی ز گردن کشان. زوار فرامرز چون بیهوشان، برفتند چندی ز گردن کشان. این واو عطف اینجا ساقط شده و معنی رو خراب کرد. زوار فرامرز چون بیهوشان، برفتند و چندی ز گردن کشان. یعنی زوار فرامرز احوالش خیلی خراب بود، مثل بیهوشا بودن، و تعدادی از گردن کشان برفتند و چندی ز گردن کشان. بله خروشی برآمد ز آوردگاه، که تاریک شد روی خورشید و ماه. برستم چنین گفت زال ای پسر، تو را بیش گریم به درد جگر. که ایدون شنیدم ز دانای چین، ز اخترشناسان ایران زمین،
که هر کس که او خون اسفندیار بریزد سرایت بر او روزگار. بدین گیتیش شور بختی بود، وگر بگذرد رنج و سختی بود. چنین گفت با رستم اسفندیار که از تو ندیدم بد روزگار. این همون تقریبا مکالماتی است که اون تون سخن سهراب رو داره، که از تو ندیدم بد روزگار، زمانه چنین بود و بود آن چه بود. سخن هرچه گویم بباید شنود، بهانه تو بودی پدر بود زمان، نرستم نسی مرغ و تیر و کمان. میباسته من اینجا کشته میشدم. همیشه این تقدیر آسمانی حاکم هست بر فضای حماسه، نه تنها ایرانی، هندی و جای دیگه‌ش هم همینجوری. بله، نرستم نه سیمرغ و تیر و کمان. میگه پدر من عامل اصلی بود، جان من گویا در دست او بود، عمر من. مرا گفت رو سیستان را بسوز، نخواهم که از این پس بود نیم روز. بپوشید تا لشکر و تاج و گنج، بدون ماند و من بمانم برن. برای نگهداشت قدرت و تاج و گنج این بلا رو به روز ما آورد. در واقع میخواست این چیزها رو نگهداری کنه، اما جان من از میان بره. در واقع کنون بهمن این نامور پور من، خردمند و بیدار دستور من. بمیرم پدروارش اندر پذیر، همه هرچه گویم تو را یاد گیر. به زابلستان در ورا شاد دار، سخنهای بدگوی را یاد دار. بیاموزش آرایش کارزار، نشستنگه بزم و دشت و شکار. منو رامش و رامش و زخم چوگان و کار، بزرگی و برخوردن از روزگار. چنین گفت جاماس به گم بوده نام، که هرگز به گیتی مبیناد کام. که بهمن ز من یادگاری بود، سرفراز سر شهریاری بود. تمزن چو بشنید بر پای خواست، به برزد به فرمان او دست راست. به اطاعت دستش روی سینش گذاشت، که تو بگذری زین سخن نگذرم، سخن هرچه گفتی به جا یاورم. نشانمش بر نامور تخت آج، نهم بر سرش بر دل افروز تاج. رستم چو بشنید گویا سخن، بدو گفت نوگیر چون شد کهن. نوگیر چون شد کهن، یعنی وقتی که کهنه رفت شما بیاویز به نو. بله، چنان که یزدان گواه من است، بر این دین به رهنمای من است. که از این نیکویی ها که تو کرده ای، ز شاهان پیشین که پرورده ای. کنون نیک نامت به بد بازگشت، من روی گیتی پرآواز گشت. غم آمد روان تو را بهر زین، چنین بود رای جهان آفرین. چنین گفت پس با پشوتن، که من نجویم همین زین جهان جز کفن. چون من بگذرم زین سپنجی سرای، تو لشکر بیارا و شو باز جای. چو رفتی به ایران پدر را بگوی، که چون کام یابی بهانه مجوی. زمان سراسر به کام تو گشت، همه مرزها پرز نام تو گشت. امیدم نه این بود نزدیک تو، سزا این بود از جان تاریک تو. جهان راست کردم به شمشیر داد، به بعد کس نیارست کرد از تو یاد. به ایران چو دین بهی راست شد، بزرگی شاهی مرا خواست شد. گو همه این کارو کردم که من پادشاه بشم، اما تو نگذاشتی. اجازه بدید که یک موسیقی بشنویم. همیشه این موسیقی رو بچه ها در اتاق فرمان انتخاب میکنن و ما هم اینجا گوش میکنیم. رو ببینیم امیر هست در اتاق فرمان یا نه. با درود بر شما وطن گرامی، در این
در واقع بریکی که بودیم ژورک رو دیدم. ژورک فیلمساز از کنم که قدیمی در واقع، و یک پوستری داشتن فیلمی ساختن از کشتار 68. این کشتار 68، کشتار 60-61، اینا مطالبی نیست که بشود فراموش کرد. اینا رو باید دائم در بابش سخن گفت. 67 بله، 68 هم خب میکشتن بله، ولی بله عمدش همون 67. اینا چیزی که نباستی فراموش کرد. این آخوندها دکانشون در واقع رواج داره به جهت اینکه هر سال یک ماه این داستان حسین رو دکانشون از این راه در واقع. 72 نفر بودن این حسین و یارانش، وقتی جسدها رو شماره کردن دیدن 80 تا از اونا کشتن. اینا هم 72 تا، حالا اونا اشقیا بودن به هر صورت، اما اینا خودشون دفاع کرده بودن. اما بچه های مملکت رو گرفتن، دست بسته به زندان ها بردن، در اونجا شکنجه کردن و کشتن، و بعد اجسادشون رو در این گورهای های دست جمعی خاک کردن و اینا مطالبی نیست که از حافظه ملی بشود بیرون کرد. این جنایات عجیب واقعا. خب اجازه بدید برویم ببینیم که داستان چی شد. خب این نام ایران که میاد در این کتاب یک عظمت خاصی داره واقعا. وقتی ما دور و برمون نگاه کنیم، اینا معمولا ما قدر چیزهایی که داریم نمیدانیم. نگاه کنیم دور و بر ما، خود ما یه مش کشورهای هستن، خب همه محترمن، اما خب کشورهای جعلی هستن، بیچکارش کنیم جعلیه. مثل پاکستان عزیز، مایه شر گیتی، نمیدونم 64 65 سال، یا همین کشورهای منطقه، همشون وقتی یک سندی در دست ماست، یک مرد حکیم بیشتر از 1000 سال پیش نشسته نوشته و ما نام ایران رو پیدا میکنیم، یک حس خوشی به انسان دست میده، یک حس خوشی به ایران. میگوید ایران، ببینید، میگوید چو رفتی به ایران پدر را بگوی که چون کامیابی بهانه مجوی، که خدمت رو خوندم. بعد به پیش سران پندها دادیم، نهانی به کشتن فرستادیم. گفت کارت با خدعه و نیرنگ بود، با خدعه و نیرنگ بود که به پیش سران در واقع ملاء عام تو با ما سخنها میگفتی، اما در زیر کار خودت کردی، مرا به کشتن فرستادی. کنون زین سخن یافتی کام دل، بیارای و بنشین به آرام دل. چو ایمن شدی مرد را دور کن به ایوان شاهی، یکی سور کن تو را تخت سختی و کوشش مرا، تو را نام تابوت و پوشش مرا. پوشش اینجا یعنی همون کفن در واقع. تو بر تخت بنشین و من در تابوت. بله، چه گفت اون جهان دیده دهقان پیر، که نگرید از مرد پیکان تیر. مشو ایمن از گنج و تاج و سپاه، روانم تو را چشم دارد به راه. به طور زمینی میگوید که تو مرد رو ولی از خودت نمیتوانی دور کنی، با همه نیرنگ ها که زدی و ستم ها که کردی، منتظرت هستم که تشریف بیاری. شاعی وقتی آمدی به هم، یعنی به اتفاق، پیش داور شویم، بگوییم و گفتار او بشنویم. که از او باز گردی به مادر بگوی، که سیر آمد از رزم پرخاش جوی، که با تیر او گبر چون باد بود، گذر کرده بر کوه پولاد بود. پس من تو زود آیه مهربان، تو از من مرنجو مرنجان روان. بگرد زاری نکن، برای من نگران نباش، چنین و چنان به مادرش. اول سفارش به پدر بود، بعد سفارش به مادر. برهنه مکن روی بر انجمن، مبین نیز چهره من اندر کفن. به مادرش میگوید که خیلی زاری نکن، صورتت رو مگشا در پیش جمع،
و به چهره من در تابوت نگاه نکن. نمیخواد مادرش رنج ببره در واقع. ز دیدار اگر باز کنی منو در تابوت ببینی، زاری بیفزایدت، کس از بخردان نیز نستایدت. آرام آرام پیشمانم بد میگی. هر شبت که درسته، میگوید این زیاد از حد زاری کردن و اینا آدم های بخرد نمیپسندن، چون مرگم یک امر طبیعی است. حالا روی خراشیدن و شکم پاره کردن و در بعض جاهای ایران شنیدم یک کسی که میمیره اینا، این از خیشان میان خودشون توی قبر میندازن و خاکو بریزه روی من و از اینجور کارها. در بعض ایالات ایرانی کسی که فوت میکنه هر شبت که تا یک سال سیاه میپوشن، خانوما به قول معروف گیسو میبرند و تا یک سال تمام عزاداری هست، مرتب مردم میان باز پذیرایی کنن، این بازماندگان هم بیچاره میشن. میگوید که خردمند این کار رو نمی کنه، تو خیلی زاری نکن به من نگاه. مرد حکیمه در واقع، مرد فیلسوف هست، فردوسی عقلی به جهان نگاه میکنه. بله، همان خواهران را و جفت مرا که جویا بودندی نهفت مرا. جفت مرا یعنی اینا که با من خیلی خیلی نزدیک بودند و اخت بودند، که همه رازهای من رو میدونستن. به خواهرانم میگفتم که جویا بودندی نهفت مرا، بگویی بدان پرهنر بخردان که پدرود باشی تا جاودان. پدرود باشی تا جاودان. ز تاج پدر بر سرم بد رسید، در گنج را جان من شد کلید. فرستادم اینک به نزدیک او که شرم آورد جان تاریک او. بگفت اینو بزد یکی تیز دم، که بر من ز گشتاسب آمد ستم. همانگه برفت از تنش جان پاک، تن خسته افکنده بر تیر خاک. کاملا مرده اسفندیار رو اینجا ما میتوانیم تجسم کنیم که آخرین نفس رو چگونه کشید و چه گفت و تنش بر روی خاک افتاده بود. بگفت اینو برزد یکی تیز دم، یک نفس عمیق کشید، یک نفس تند کشید که بر من ز گشتاسب، این آخرین کلامش بود. همون گه برفت از تنش جان پاک، تن خسته یعنی تن زخمی، تن خسته افکنده بر تیر خاک. تن به نزد پشوتن رسید، همه جامه بر تن سراسر درید. بر او جامه رستم همی پاره کرد، سرش پر ز خاک و دلش پر ز درد. همی گفت زاری نبرد سوار، نیا شاه جنگی پدر شهریار. نبرده، نبردی یعنی جنگجو. به خوبی شده در جهان نام من، ز گشتاسب بد شد سرانجام من. چو بسیار بگریست با کشته گفت، که ای در جهان شاه بی یار و جفت. روان تو بادا میان بهشت، بداندیش تو بدربت هرچه کشت. زواره بدو گفت که نامدار نبایست پذرفت زوزین هار. زدهخان تو نشنیدی اون داستان، که یاد آورد از گفته باستان. که گر پروری بچه نرشیر، شود تیز دندان و گردد دلیر. بکنم پژمان نگرفتین امیر جا؟ مرحمت کنیم دیگه، خیلی ممنون از شما. بله، حالا زواره که برادر رستم هست میگوید که برادر تو تجارب گذشتگان رو بیاد داشته باش، بچه شیر رو که نمیاری پرورش بدی. تو اژدر کشی بچهش پروری، به دیوانگی ماند این داوت. آقا این بزرگ میشه اینجا و ما رو از میان میبره. در واقع این نصیحت رو کریم خان زند گوش نکرد. وقتی که آقا محمد حسن خان آشاغباش رو که پدر آقا محمد خان قاجار و بقیه برادراش بود
شیخ علی خان زند در مازندران کشت، سرش فرستاد پیش کریم خان. کریم خان این بچه ها رو آورد با مهر بزرگ کرد، یعنی همین آقا محمد خان خواجه رو و سایر بچه ها رو. اینا وقتی کریم خان فوت شد، این برگشت ره، نه تنها جسد کریم خان رو از گور در آورد و لگد میزد هر روز، تمام زندی خاندان زند رو قتل عام کردیم. این خواجه تاجدار کریم خان مرد در واقع سلیم و نفسی بود. فکر کنم پژمان روی خط هست. درود بر شما پژمان گرامی. درود بر استاد بزرگ جناب مشیری گرامی. مخلص شما عزیزم. حالتون چطوره؟ الحمدلله شکر خدا. شما چطورید؟ بد نیستیم، خدمت شما هستیم عزیزم. خب ما شما رو که میبینیم خلاصه چارت میشیم و خوشحال و خوشحالتر میشیم. لطف داری عزیزم، مرحمت دارین شما. قربانتون برم. هر چهار که من برای اینکه بخش میگیره دادن در واقع سندیار از اسفیار رو براتون میخوام. بله به به، چه صحنه‌ای هم هست. بله بفرمایید. شدان فر شاهان شهید برفتن هر دو پیاده دوان ز پیش سپه تا بر پهلوان ای بدیدن جنگی برش فرز خون یکی تیر پرخون یکی تیر پرخون به دست اندرون پشوتن بر و جامه را کرد چاک
روشان به سر بر همی کرد خواد جان همی گشت بهمن به خواد همی گفت راز جهان که داند ز دین آوران و نهان. به به امید درود بر شما، بسیار زیبا. نفت بزرگ ایران، تا برنامه بعدی همه را به یزدان بزرگ می سپارم. درود بر شما، درود بر شما. بی اندازه زیبا و به سامان خوندن پژمان گرامی. این در واقع اوج قصه است، اوج تراژدی. همان گه سر نام بردار شاه نگون اندر آمد ز پشت سیاه. خب ما قریب 2 دقیقه وقت داریم. خواستم خدمتتون عرض کنم که 29 همین ماه هم در المپیک کالکشن اونجا داستان‌ها رو ادامه میدیم در شاهنامه فردوسی خدمت دوستان. خب من یه چند بیتی هم میتونم خدمتتون بخونم. خب بعد میگوید که زدهقان تو نشنیدی این دهقانان دهاقین دانایان بودن، طبقه متوسط، زمینداران، دانندگان فرهنگ و تاریخ مملکت ایران. این کسانی که جمع‌آوری شدن در خراسان مثل بهرام، ماخ و شادان برزین و دیگران، اینا از دهاقین بودند، صاحبان کتاب. اینا در واقع اینجا اشارش بدین گونه به دانایان هست. بله، ز دهقان تو نشنیدی آن داستان که یاد آورد از گفته باستان، که گر پروری بچه نرشیر شود تیز دندان و گردد دلیر، چو سر برکشد زود جوید شکار، نخست اندر آید به پروردگار. پروردگار یعنی پروراننده. میگه بچه شیر رو که میاری بزرگ میکنی، این در واقع این آنالوژیه، از مقایسه است بین بهمن و بچه شیر. میاری بزرگ میکنی، اولین کسی که پاره میکنه پروردگار خودشه. بچه شیر وقتی بزرگ میگه تیز دندان میشه، اول کسی که پاره میکنه صاحب خودش هست، پروردگار خودش. نخست اندر آید به پروردگار، دو پهلو برا شفته از خشم بد، نخستین از آن بد به زابل رسد، چو شد کشت شاهی چو اسفندیار، ببینند از این پس بد روزگار، ز بهمن رسد بد به زابلستان، بپیچند پیران کابلستان، نگه کن که چون او شود تاجدار، به پیش آورد کین اسفندیار. بدو گفت رستم که با آسمان نتابد بداندیش و نیکی گمان، من آن برگزیدم که چشم خرد بدو بنگرد نام یاد آورد، گر او بد کند پیچد از روزگار، تو چشم بلا را به تندی مخواه. رستم میگه من کار درستی میخوام بکنم اینجا، اخلاقی، که هر کسی که در آینده فکر کنه بداند که من کار نیکی کردم، نام من به نیکی بماند. من اون برگزیدم که چشم خرد بدو بنگرد نام یاد آورد. بعد بخش 29 عرض کنم که یکی از گرفتاری‌های این چاپ مسکو این است که سرفصل‌ها رو قطع کرده. مثلا 7 سرفصل داره داستان رستم و سهراب، همین رو قطع کرده، یکی گذاشته داستان رستم و سهراب تا آخر. در واقع این فصل و وصل داستان ها که مرتب با تابیدن خورشید، آغاز، گذشت زمان، اینا به شیرینی و زیبایی و بلاغت کتاب اضافه میکنه. اینا در نظر نگرفتن، حالا نمیدونم تنبلیشون بوده چه بوده. اینجا هم نوشته 29 28 و اینا، به هر صورت اینا خیلی مهمه. کسی نفس میکشه
تیتر رو نگاه میکنه، عنوان رو نگاه میکنه، یک بیت اونجا حتما هست در باب اینکه برز روز دمید، یعنی ماجرای گذشته طی شد، اکنون ما وارد ماجرای جدیدی میشویم. به لحاظ قصه سرایی، داستان سرایی، اینا مهمه. خب یکی نقص ها بود کرد آهنین، بگسترد فرشی ز دیبای چین، بیندود یک روی آهن به قیر، پراکند بر قیر مشک و عبیر. این تابوت در واقع شاهواری برای اسفندیار ساخت، ز دیبای زربفت کردش کفن، خروشان برو نامدار انجمن. از اون پس بپوشید روشن برش، ز پیروزه بر سر نهاد، ز پیروزه بر سر نهاد افسره. خب ببینید مراسم خاکسپاری ایرانیان با چه شکوهی و احترامی و اینها. اسلام عزیز این حیوانات این بابا رو پرتش میکنن ته قبر روی خاکا. حالا چرا؟ نه اینکه خدا این رو گفته، نداشتن بیچارا، پارچه نداشتن، چیزی نداشتن اینا. دینشون هم مبتنی بر همون وضعیت اجتماعی و اقتصادیشون بوده دیگه. فقط وحشتش همه جا هست. یه کسی که مرده شانه چپش رو بگیرید، تکان بدهید، بگوید افهم اسمع و افهم، یا مثلا حسن ابن علی، یا اون که مرده نه میشنوه، شما نمیدونید. یعنی این سایکالوجی وحشت رو به مردن میخواد تلقین کنه در واقع. اینا همه کلک روانشناسی است دیگه. اینا همه دوز و کلکاشون بوده. به درسانن. در جنگ بدر این زعمای قوم رو کشته بودن، انداختن توی چاه آبی. حالا هیچ که چاه آب رو کثیف نمیکرد. این دوستان مسلمان کردن فقط. بعد بنیانگذار اسلام رفته سر این چاه قبره، شروع میکرده بعد بیرا گفتن به مرده ها، به ابو ای نمیدونم ابو جهل تو دیدی چه بلای برزه تو بردم، نمیدونم چی فلانی حرفا. اینا میخندیدن، آقا اینا که نمیفهم، نه گفت شما نمیدونی، اینا میفهمن. وحشت الله است دیگه این دین، همه چیزش در واقع ضد بشری، عقب افتاده، عقب افتاده میگم و میشنوید، نگاه کنید به این رفتاراشون و کردار حرفاشون کتابشون. خب وقت ما اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی، با سپاس از شما که توجه فرمودید، با سپاس از امیر در اتاق فرمان و همزبانان گرامی از تاجیکستان تا افغانستان. میدانم که بسیاری از برادران ما توجه دارم به برنامه. درود بر شما خدمتشون، درود بر شما. تا برنامه بعد درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.